Hey, what's up? خوش اومدید به قسمت جدید از واتساپ کانورسیشنز، پادکستی با هنرمندان بزرگ جهان. من حمید رضا نیکوفر هستم و مهمون این هفته من تنها بازیگر ایرانی هست که به خاطر فیلم خانه ای از شن و مه نامزد اسکار شده و برای نمایش خانه صدام مفتخر به دریافت جایزه امی هست. شاید تو دنیای بازی‌های کامپیوتری اون رو به اسم ادمیرال شالران از سری ماس افکت بشناسید و یا به اسم لاکشمی 2 از سری دستینی. خانم ها و آقایان، مهمون من کسی نیست جز شهره آغداشتلو. این قسمت بخش دوم گفتگوی من و شهره است که بخش اولش به انگلیسی و این قسمت به صورت کاملا فارسی انجام شده. برای مشاهده قسمت اول واتساپ کانورسیشنز رو در یوتیوب و یا برنامه‌های مطرح گوش دادن به پادکست دنبال کنید. شما میتونید اطلاعات بیشتری از کار من و پادکست واتساپ کانورسیشنز از وبسایت nikufermusic.com به دست بیارید. خیلی ممنون، بریم حالش رو ببریم. سلام شهره جون، پارسال دوست، امسال آشنا. برای کسی که در این بخش فارسی مصاحبه رو گوش میگم بهم که کلی با شروع به زبون فرنگی صحبت کردیم، قبلا یکم فارسی صحبت کنیم چون خیلی ها تو منو کلی فوش دادیم، گفتیم که فارسی صحبت کنیم با شروع به صحبت میکنیم. لایف داریم؟ نه لایف نیستیم، بعد هم میریم. ولی آره خوش میگرم اگه نیست. آره من میرم برای کامنت ها با چاره ای ندارم. وقتی دارم روزو به اکسمن صرف میزنم، سریال محصول آمریکاست، بازیگرش آمریکایی هست، همه انگلیسی زبان هست. این تیکم که ساختن انگلیسی زبان. حالا کامنت هم وای انگلیش، وای انگلیش، چی کار کنم زبان انگلیسی؟ یا آقای خانم، من 40 سال در آمریکا زندگی میکنم ولی سعی میکنم انگلیسی حرف نزنم و فارسی حرف بزنم. آقا من نمیدونم شغل شما چیه؟ شغل من بازیگریه، من به هر دو زبان بازی میکردم، الان 20 ساله فقط به زبان انگلیسی بازی میکنم. اینا رو هم دارم نشون میدم، حالا چی کار کنم؟ تو فیلم چرا فارسی صحبت نمی کنیم ما بفهمیم؟ تو فیلم آمریکایی سایفایی و یه نفر فارسی صحبت نکنه. این دختری نمیشون میدونم چرا انگلیسی هم بزنیم، میخوای پوز بدی؟ انگلیسی هر زدن که پوز دادن نداره، همه میتونن انگلیسی حرف بزنن، فارسی حرف زدن پوز دادن داره. زبان خیلی راحتیه، برای همین هم شده زبان بیرون مللی جهان. البته هنوز من متحیرم که تو چطوری اینقدر انگلیسی رو زیبا فصیح و درست صحبت میکنی با وجود اینکه انگلیسی زبان زندگی نکردی. خیلی من فیلم وای انگلیسی وای انگلیسی فیلم هایی که میبینم خوب دقت کردم پس. چرا جون سوال اولی رو این پرسیم، توی بخش انگلیسی هم صحبت کرده بودیم ولی این بار دوست دارم که مخاطب جوانای ایرانی قرار بدیم. سوال اینه که خیلی از ما در جستجوی شهرت و ثروت و محبوبیت هستیم، مواردی که شما به همشون رسیدی. در این نقطه از زندگی آیا آدم به این تفکر میرسه که همه چیز تموم شده و الان بهترین و بی‌نقص‌ترین زندگی رو داره و دیگه رویای چیزی نیستش که حسرتشو بخوره، یا زندگی جور دیگه ایه؟ نه هرگز اون روز فرا نخواهد رسید که شما فکر کنین او همه کارامو کردم، همه چیزو ساختم، به از این بهتر دیگه نمیشه. این هم مثل همون رسیدن به مقصد میمونه، به مقصد رسیدم و دیگه کاری ندارم، خب خودش کار کنم. نه هرگز اصلا چنین چیزی وجود نداره که شما به اون درجه از شهرت یا به اون درجه از ثروت برسین که احساس کنین خیلی خوب رسیدم تموم شده. بذار ثروت رو مثال بزنم، خیلی جالبه. ثروت در یه جامعه سرمایه داری وقتی بهش نگاه میکنی میبینیم هیچ لیمیتی نداره. وقتی شما میری توی دیکشنری یا توی فرهنگ لغات نگاه میکنی میبینین جلوی کپیتالیزم یا سرمایه داری مال هر جای دنیا نوشته accumulation of wealth، یعنی روی هم گذاشتن ثروت، این میشه سرمایه داری. ننوشته چقدر تا چه اندازه بسته. برای همین هم هست برای من این کلمه خیلی خطرناکه. وقتی یکی میگه سرمایه داری فقط میگم تو خدا فقط نگو سرمایه داری، برای اینکه هیچ حد و مرزی نداره. وقتی کار به جایی میرسه که آدم ها به خاطر پول حاضرن هر کاری بکنن، چون
این فقط معنیش این میشه که رو هم گذاشتن سرمایه. بنابراین این که همچنان ادامه داره بر خودش، نمیتونه باز بیسته، چون در ذاتش، در دی ان ایش این هستش که بازم بیاری بذاری روش. این که داره سفر خودش رو میکنه. از نقطه نظر فیمم یا شهرت، اگر حضور داری میبینن، اونم داره کار خودش رو میکنه. بنابراین هرگز چیزی به عنوان رسیدم تموم شد، همه ی آرزوان برآورده شد وجود نداره، چون به عنوان یه انسان خلاق هر روز که از خواب بیدار میشی میخوای یک کار تازه بکنی. مثلا میخوای یک لحاف درست کنی از چل تیکه، از تیکه های مختلف. من کشورهای مختلف که میرم، به خصوص طرف های آفریقا، پارچه جمع میکنم، تیکه های پارچه جمع میکنم از هر جا بتونم. از مثلا ست میگیرم چند تا، الان از که 1000 پیس تیکه دارم. اینو گذاشتم کنار برای اون روزی که هیچ کاری دیگه نداشتم، شروع کنم یه لاوی جلدی که درست کنم، چون همه عمرم برم میخواسته. یا دوگمه جمع میکنم، یه روزی میخوام کوسن درست کنم که روز فقط دوگمه باشه. من 2000-3000 تومن دوگمه دارم، تو این 30 سال گذشته جمع کردم. بنابراین دائم داری با خودت فکر میکنی چجوری خلاق باشه. لازم نیست حتما در رشته خودت باشه، در رشته بازیگری باشه، چجوری خلاق باشه برای دیگران. من هنوز دارم فکر میکنم اون کسی که دیوار محبت رو در ایران اختراع کرد، عجب کار قشنگی کرد. هر کی بود یه روز از خواب بیدار شد به خودش فکر کرد، خیلی از مردم روشون نمیشه بگن من پالتو ندارم، کفش زمستونی ندارم، ولی بریم یه دیوار انتخاب کنیم اونجا، روز استش بزنیم دیوار محبت، چهار تا میخ بهش بکوبیم، بریم لباسا رو آویزون کنیم اونجا، پالتو و لباس و شال کردن، خودمونم بریم با این هستیم تماشا کنیم ببینیم کدوم مستمندی میاد یکشو برمیداره. روش نمیشه. بنابراین نه تنها به خودمون فکر کنیم، به جامعه همون فکر کنیم، به جهان فکر کنیم. نایکی یک شعار خیلی زیبایی داشته موقعی، من خیلی دوست دارم، هنوزم دارم بهش فکر میکنم. میگفت Think globally, act locally. به جهان فکر کن، در منطقه عمل کن، در محل عمل کن. به جهان فکر کن، در محل عمل کن. خب من جهان دارم ببینم، ببینم کوسه ها چجوری مرده میان رو آب، تو دلشون پاره پلاستیکه. اون روزی که هیچ کاری ندارم، همیشه میرم کنار دریا، چهار تا بطری پلاستیکی از کنار دریا جمع میکنم، چهار تا آشغال از اونجا جمع میکنم، به خودم میگم امروز یک کاری انجام دادم، یک کار درستی انجام دادم، یک قدمی برای انسانیت برداشتم. چون همه دنیا که درباره من نیست که، دنیا درباره دنیاست. منم اینجا نظارگرم، دارم تماشا میکنم، هم میخوام کار خودم رو پیش ببرم، هم میخوام کار دنیا رو پیش ببرم. چون اگه کار دنیا رو پیش نبرم، یه دفعه همه چی با هم تموم میشه. بنابراین هر روزی رو تازه نگاه میکنم بهش و دائم فکر میکنم چه کار میتونم بکنم که یه قدمی برداشته باشم، یه کاری کرده باشم، و یکی کمکی کرده باشم، یکی گیر کرده رو نجات داده باشم، یا به هر قیمتی، به هر نحوی، به قیمت خودم، به اون قیمتی که من میتونم از پسش برمیام. بنابراین به عنوان یک انسان زنده، فعال، سرحال، بیدار، فقط به ساختن فکر میکنم. حتی وقت و حوصله دشمنی هم ندارم اینجوری بهت بگم، چه در گذشته دور، چه در گذشته نزدیک. مثلا بشینم فکر کنم فلان کسک به من چه خیانتی کرد وقتی که از ایران میرفتم، مثلا شیو از من گرفت، دیگه نیو از من دوزدون، اصلا امکان نداره، امکان نداره این کار بکنم. همه میدونن خط قرمز من چیه، حرفای تکراری و گله. نه اصلا حوصله گله، ولی نی 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 نی، ولی یک صدایی تو دماغی میاد تو کلم و من متنفرم از صدایی تو دماغی، ولی تو عاشق صدای خوبم، عاشق موزیک خوبم. بنابراین به روز تازه نگاه میکنی و به خودت میکنی امروز چی کار میتونم بکنم، برای خودم نمیتونم بکنم، برای انسانیت بکنم. اگه در مورد این صحبت میکردیم، این که گفتم که از شما پرسیدم که
چجوری انقدر فرش هستی، انقدر بروز هستش کاری که انجام میدی. شروع تو بزرگترین بازی کامپیوتری و پرفروشترین بازی کامپیوتری جهان صدا پیشگی میکنه، تو فیلم های سای فای بازی میکنه، تو فیلم های هنری بازی میکنه، تئاتر بازی میکنه. چجوری بین نسل ها برای مثلا بیا آدم مثلا سن بالا برای یه بچه داره این پیشش جواب میده. و یه حرف خیلی جالبی زدش، اینی که هر روز که از خواب بلند میشه اون روز رو نو میبینه. و دقیقا من اشاره کردم که این نو دیدن دنیا باعث میشه که دنیا یک روز نوی هم به تو بده. و دقیقا اینجوری هستش. یه مثال خیلی جالبی زدین در مورد اون قطاره که میگفتش به مقصد رسیدین، خیلی جالب بودش. آره اون هم میشه بگین. لندن، من عاشق لندنم، خیلی راحته توی لندن سفر کردن. این طرف اون طرف رفتن با این قطار رای لندن، سر ساعت میان سریع، خیلی زودتر از تاکسی و سایر وسایل نقلیه میرسن. اصلا هم دوست دارم، برای اینکه جوانی اونجا درس میخوندم با قطار این برمار میرفتم، تو قطار کتاب میخوندم، این فرصت رو پیدا میکردم. بنابراین اولا مردم رو تماشا میکردم. من عاشق اینم که اکتورها، عاشق اینم که مردم رو تماشا کنن. بهترین اینجا هم توی ترن هست، ترن یا یه جای اماکن عمومی. هر وقت لندن میسیدم توی ترن، وقتی میرسه به یه جایی، مثلا حالا 5 تا ایستگاه مونده تا برسه به من، ولی به هر ایستگاه که میرسه میگه که You have arrived at your destination، شما به مقصد رسیده اید، mind the gap، مواظب اون فاصله باشید، فاصله بین قطار و پلتفرم یا اون سکویی که دارید پیاده میشید، یه فاصله هست که خودی را کرد اگه مواظب نمیشید خودتون میره توش یا میتونه فاجعه به بار بیاره. برای همین هر ایستگاه اینو میگه، mind the gap، مواظب اون فاصله باش، به مقصد رسیدی. من میخندم و به خودم فکر میکنم نه، من به مقصد نرسیدم. هیچ کس به مقصد نمیرسه، مقصد اون روزیه که دیگه نفس نمیکشی. حتی وقتی که به مقصدم رسیدین، there is a gap، یه فاصله ای اونجا وجود داره، ممکنه نرسید. اون گپه حرف همون خوندی همین جزا دقیقا. تازه وقتی به مقصد میرسید اون گپه، mind the gap، مواظب اون فاصله باش، پادنر توش کل نشی، زمین نخوری، زیر قطار نری، بیای پایین ادامه بدی. چون وقتی هم میای پایین باید نمیسی که حرکت میکنی، راه میری، باز باید یه جایی بری، به اونجا که میرسی باز باید به یه جایی دیگه بری برسی. برای همین من اینجایی برای خودم فاصله های پرواز های بلند رو حل کردم. مثلا باید برم استرالیا، توی تئاتر داریم تو استرالیا، استرالیا 14 ساعت توی هواپیمایی. به خودت فکر میکنی آخ رسیدم، بعد از 14 ساعت رسیدم. نه نرسیدی، راه میری، سوار ماشین میشی، میری هتل، بعد میری اجرا میکنی، بعد دوباره سوار همین هواپیما میشی، بعد تو فکر میکنی رسیدی خونه، رسیدم، نخیر نرسیدی، هنوز سفر ادامه داره. این سفر ادامه داره تا اینکه چشماتو ببندی و دیگه نفس نکشی. اگر فکر کنی رسیدی، بازی رو باختی. آب هم یه جا بمونه راکت، آب یه جا راکت بمونه گند میزنه. در نتیجه هر مقصدی شروع یه سفر دیگه برای رسیدن به مقصد بعدی میمونه تا در نهایت به مقصد نهایی برسیم. مثلا یه چپتر که تموم میشه، یه فصل که تموم میشه، شما یه فصل زندگی یه آدم رو خوندین یا یه قصه رو خوندین، بعد خب بعد چی میشه؟ پریچل کجا میره؟ این بسری که دوستش داشته رو گذاشته و آلمان دیگه بر نگشت، از این سفر ادامه داره، میری چپتر بعدی. پس هر چپتر یا فصلی که بسته میشه، چپتر بعدی باز میشه. دقیقا این در ذات طبیعته که هر چند ماه یک بار خودش رو زنده میکنه. این در ذات روز و شبه که هر روز این خورشید به یاد ما میندازه که امروز یه روز دیگه است، دیروز نیست. فاصله گرفتی از اون چیزی که میخواستی یا نزدیکتر و یا دورتر شدی و اون چیزی که میخوای در آینده. دقیقا چون خیلی از هنرمنده ایرانی بنا به دلایل مختلف یا دلشون میخواد یا مجبور هستن که هنرشون رو توی کشور یا فرهنگ غریبه‌ای به نمایش بزنن یا اجرا بکنن،
برای این اقلیت ها که وارد یه دنیای جدید میشن چه پیشنهادی داری به عنوان کسی که این تجربه رو داشته و به بهترین نفع پیادش کرد و به نتیجه کارش رسیده؟ خیلی جالبه. چند روز پیش با یک آقای جوانی که تازه از ایران اومده داشتم صحبت میکردم. ایشون گفتش که آره با چه زحمتی هم اومده بالاخره خودش رسونده. ایشون گفتش که آره من بالاخره اومدم و خوشحالم از اینکه خودم رسوندم به اینجا. و اتفاقا دیشب داشتم کتاب خشم و هیاهو رو میخوندم، گفتم اون دیگه چیه؟ گفت از یک هنرمند ایرانی قرض گرفتم خشم و هیاهو رو دارم میخونم. گفتم بچه خشم و هیاهو میخونی؟ خب پس من چیکار کنم؟ گفتم آقا جان بنداز دور. گفت این هنرمند یک عالمه کتابای فارسی زبان داره. گفتم این هنرمند رو نبین، معذرت میخوام که دارم اینجوری بهت میگم، تو 4 ماه اومدی میخوای خشم و هیاهو 600 صفحه بخونی، لابد بعدش میخوای مثلا نمیدونم دل هورو استراو بخونی. ولمون کن، تو اومدی اینجا که انگلیسی یاد بگیری، برو کتابو بذار کنار، تلویزیون رو روشن کن، رادیو رو روشن کن. بهترین راه انگلیسی یاد گرفتن یک کتاب بخر، مثلا غرور و تعصب Pride and Prejudice، کتاب گویاش هم بخر، کتاب گویاشو، همه اینا هم خیلی ارزونم. کتابشو دست دوم میخری $5، این دستگاه هم دست دوم میخری $10. با $15 تو گوشی رو میذاری رو گوشت، کتاب میگیری دستت، اونجا هم شروع میشه It is worldwide known as to گوش بده به کلمه، کلمه رو تماشا کن، گوش بده به کلمه، کلمه رو تماشا کن، 4 صفحه 5 صفحه بعد دوباره برگرد، حالا این دفعه کلمه رو میشنوی، نون بگو، نون هی شی، دوباره برگرد. یه چیزی خشم و هیاهو میخونی واسه من؟ این یک. وقتی میرسی خودتو آب کن در زمینه ای که بهش رسیدی، یا خودتو غرق کن یا بپیوند و سعی کن زود تون سری همه چی رو یاد بگیری. من یادمه یکی از چیزایی که اول از همه یاد گرفتم اینه که انسان باید در زندگیش نظم داشته باشه. قرب بر اساس نظم ساخته شده بیشتر از هر چیز دیگه. بنابراین وقتی نگاه کردم دیدم همه فولدر دارن، یه پرونده هایی دارن، بر میره اونجو براش مینویسه الکتریسیتی، آب میره توی اون یکی براش مینویسه واتر، مورگیج اجاره خونه میره توی یک، اینا فایل دارن، پرونده دارن توی یه دونه اتش کیس، توی یه دونه کیف، هر موقع با خودشون مثلا اداره برق نوشته پول برق تو هم ماه گذشته ندادی، پولی میگه چطور ندادم، اینم رسید اسم برای اونجا نشون میده یا میفرسته. اینو یاد بلافاصله یاد گرفتم، گفتم این خیلی زندگی رو راحت تر میکنه که من همه چیمو پرونده کنم. رفتم یه مدیر از پرونده خریدم، وضع مالی خوبی هم نداشتم، خیلی دست و پا میزنم، بنابراین شروع کردم منظم شدن و شروع کردم یاد گرفتن و شروع کردم فیلم دیدن، تئاتر دیدن. پول نداشتم تئاتر ببینم، گرون بود، اما تئاترای لندن اینجا هم آمریکام داره، ته سالن یه میزای بلندی هست به اندازه قد مثلا آدمی زاد، وای میسی میتونی دستو تکیه بدی رو میز، بعد وایسی دستو تکیه میدی رو میز، نمایش رو تماشا میکنی. این 5 پونده در حالی که بلیت نمایش هست 120 پوند که من نمیتونستم بخرم، ولی 5 پوندو میتونستم. سو 5 پوندو میدادم، میرفتم 2 ساعت و نیم رو پا دستم روی این میزه، چشم همینطوری خیره که یاد بگیرم اینه چجوری اکت میکنن، چجوری رو صحنه میچرخه، آیا چرخش صحنه ساعتیه مثل ماست یه جور دیگه است، تلویزیون چی داره نشون میده، این دیگه چیه، چه چیز جالب. فقط همه چی رو فراموش میکنی. حالا اون یکی میگه مادرت از ایران پای تلفن بهت میگه که خاله دلخور شد که تو 2 روزه بهش زنگ نزدی، اینا رو فراموش میکنی، خشم و هیاهو رو فراموش میکنی، خودت رو غرق میکنی در این فرهنگ جدید، زبان جدید، کشور جدید، آدمای جدید که میخوای باهاشون در ارتباط قرار بگیری، میخوای اینجا بسازی، آمدی که اینجا بسازی، بنابراین خودت رو غرق میکنی. وقتی رسیدم به آمریکا
دیدم این در انگلستان بود که شروع کردم به منظم شدن، خودم رو دیسپلین کردن. چون هر آدم اگر میخواد موفق بشه هر روز صبح بلند شه، خودش خودش رو پالیش کنه، خودش خودش رو تربیت کنه، خودش به خودش چیز یاد بده. این روز این اشتباه کردی پای تلفن حرف زدی دیگه نکن، نرو دنبالش که بگن وای چرا گفتم چرا دادم، نه دیگه نه. حلش کن که از زندگیت بری بیرون که بتونی کار بعدی رو انجام بدی. بنابراین اومدش داره میره. آره بنابراین هر کاری که میکنی در جهت این میکنی که خودتو بهتر کنی، بهتر زمانتو بهتر کنی، قیافتو بهتر بکنی، ورزش کنی، بری صبح یه مایل بدوی، هر کاری که فکر میکنی هم جسمتو هم روحتو خوب نگه هم داره. وقتی رسیدم اینجا سرحال بودم، از انگلستان یه عالمه چیز یاد گرفته بودم که چجوری باید خودم رو آماده بکنم برای زندگی در یک کشور اینچنینی، در یک کشور ماشینی بیشتر از هر چیز دیگه. بنابراین خودم آماده کردم، اومدم اینجا، دیدم واو چقدر کار میتونم اینجا انجام بدم. یکی و دو تا و سه تا و چهار تا نیست، کار به زبان فارسی، کار به زبان انگلیسی، نوشتن، خوندن، درست دادن، یاد گرفتن، دانشگاه رفتن، مستر گرفتن، پی‌اچ‌دی گرفتن، همه اینا در خدمتمه. منم که باید انتخاب بکنم و میتونم انتخاب بکنم. چقدر فراورده در اختیارم گذاشته شده، چه موقعیت خوبی به هم داده شده. بله دلم یک ذره شده برای فامیلم، برای برادرم دلم لک میزنه، اما حتما یه نشانه چیزی در این عمل هست که این جهان من این راه رو آورده. من از ایران رانندگی کردم تا انگلستان، حالا از انگلستان پرواز کردم به آمریکا. این جهان منو هدایت کرده، من رسونده به اینجا، حالا دیگه این منم توی کفشای خودم که باید بقیه راه رو برم. و خیلی عجیبه، اولین فکری که به نظرم رسید اینه که فرزند خونده ها بیشتر قدر پدر و مادر میدونن تا فرزندان اصلی پدر و مادر. من اینجا فرزند خونده هستم، این مملکت بزرگ وسیع زیبای انسان دوست به من معوا داده، به من جا داده، به من فرصت داده که یک زندگی تازه رو اینجا آغاز کنم، یک بستر جدید رو در اینجا پهن کنم و بر روش بسازم. بنابراین مثل یک فرزند خانه بیشتر کار کردم. چون شما وقتی بچه یه بابایی هستی مجبور نیستی که کاری بکنی که پدرت هی بیشتر از تو خوشش بیاد و فکر کنه بیشتر به تو افتخار بکنه، و مجبور نیستی راضی نگهش داری، چون همیشه یک حالت دوغرتونی به تن باقیه که تو من به این دنیا آوردی، تو هم باید از من تیکر بکنی، منو مراقبت بکنی. ولی فرزندخوانده اینجوری نیست، فرزندخوانده اینجوریه که تو به من فرصت دادی که من یک زندگی بهتر بکنم، من برای تو بهترین بچه دنیا میشم. بیشتر کار میکنم، بیشتر دقت میکنم، بیشتر مواظبم، بیشتر سعی میکنم مصور ثمر واقع بشم و بیشتر از فرزند واقعی خودت به خودت خدمت کنم. دقیقاً. و یک نمیدونم دقیقاً درست میگم یا نه، ولی یه مصاحبه میدیدم که انجام داده بودی که طرف پرسیدش که انگلیسی بودش که اینجا وقتی که اومدی توی خارج از ایران در آمریکا آیا دری برات بسته بودش؟ جوابی که دی فوق العاده بود، گفتی که هیچ دری بسته نبودش، فقط من باید بازش میکردم. دقیقا این چیزی هستش که منظر من هر جایی که وارد میشیم، هر فرهنگ و هر کشور جدیدی، اینی که فقط شهامت یا دونستن باز کردن در رو داشته باشیم، قفل نیستن. نه بازن همه. یه فیلمی هست به اسم شب مریدین ها، اینگمار برگمنه. تمام فیلم توی یک اتاق میگذره، اتاق البته بسیار مجلل. عاشق زن وقتی ایرانی میگن چه تولد لاکشری گرفتی، توی اتاق میگذره.
خیلی مجلل لوسرای آنچنانی میزشان دیگه شیر مرغ جون آدمیزاد روشه و همه اینا فکر میکنن که اونجا حبس شدن و این شام آخرشونه و جدل ها با هم میکنن، بحث ها با هم میکنن، حرف ها با هم میزنن، بالا پایین ها با هم میرن و ما هم با عنوان تماشاگر باور میکنیم که دستید همینه. آره اینا تایی فیلم یکیشون به سادگی بلند میشه درواز میکنه میره. دقیقا حتی یه بار سعی کنید وقتی در باز بود بستم بود که ایچ بستم راه حلش رو پیدا میکنید ولی حداقل سعیش رو کردید رفتین برای در. دقیقا تنها راهش اینه که جدید فکر بکنیم و نترسیم از هیچی نترسیم. هیچی در این دنیا نیست که آدم ازش بترسیم. کریشنامورتی خیلی حرف خوبی میزنه، فیلسوف هندی، میگه چیزی به عنوان ترس وجود نداره، اگرم هست ترس از آنون، ندیده ها و ندانسته هاست که آدم ازش میترسه. مثل بچه ای که شب میخوابه، چراغاری که خاموش میکنن، درخت بیرون اتاقش که سایش افتاده روی پنجره اتاقش، برگا دیگه اشکالی رو میسازن روی پنجره و بچه پیش خودش میگونه دیو، میترسه ازش، در حالی که اون دیو نیست، یه مش برگن چسبیدن به هم دیگه، یه شکلی از خودشون درست کردن. فقط ترس از نادانسته هاست، ندانسته هاست، یا اونچه که ما نمیدونیم که قرار اتفاق بیفته، وگرنه ترس وجود نداره. و بعد خودش این رو حل میکنه و بعد میگه چرا ترس از نادانسته ها، وقتی ما نمیدونیم قرار چی بشه، چرا باید از بابتش بترسیم؟ دقیقا شما رو به عنوان یک مادر بیش از همه سعی میکنید چه چیزی رو به فرزند یا کودکان فامیل یاد بدی؟ چه چیزی به نظرت میتونه به پدر مادر رو کمک کنی که مسیر زندگی رو برای بچه هاشون آسون تر بکنن؟ شاید همون کاری که خودم کردم، بچه رو مستقل بار بیاری، این خیلی مهمه. من خودم مستقل بار اومدم، پدرم مستقل بار اومد. معنیش اینه که زندگی قبیله‌ای زندگی خوبیه، این که دائم این به اون میرسه، اون به اون میرسه، تو داری چیکار میکنی الان، عزیزم کجایی، برادرم کجاست، مادرم چیکار، این خیلی خوبه، این زندگی قبیله‌ای. اما گاه و گاه باید فرصت داد که بچه‌ها برای خودشون فکر کنن، برای خودشون تصمیم بگیرن. ما اونجا باشیم، اونا برای خودشون تصمیم میگیرن. برای مثال وقتی پدرم در 7 سالگی برای اولین بار منو برد که لباس بخرم بر شب عید، دیدم اونجا با ایستاده منو داره نگاه میکنه. قبلش با مادرم میرفتیم، مادرم لباس های در میبرد از توی رکا و میگفت مثلا این قشنگ شده، اینو بپوش یا این کار کن. دیدم پدرم اونجا ایستاده همطوری، ولی گفتم نگاهش کنم، 7 سالم، کدومون دوست داری؟ برای اولین بار فکرم ای من انتخاب دارم، بابا داره میگه که کدومو دوست داری. منم فوری یاد مامانم افتادم، دیدم مامانم این کارو میکنه، رفتم تو در بودم، گفتم اینا رو دوست دارم. خب گرفتم جلو خودم، باشه اینا رو دوست داری، کدومو میخوای انتخاب کنی؟ اینو میخوام با اینو میخوام. بعد رفتیم پایین قسمت کفش، کفش انتخاب کن. این باعث شد که در تمام عمرم من بدونم من انتخاب دارم، یه حرکت به این سادگی. چون میتونه سختی که رسید بگه بابا جان این چطوره، این خاله. از همونجا شروع کرد که دخترش رو، حتی نه پسرش رو، دخترش رو مستقل بار بیاره، دخترش انتخاب بده. برای مثال تابستون ما میرفتیم ییلاق، این در ایران این مرسومه، همه میرن ییلا. پدر ما از 2-3 ماه مونده شروع میکن ما رو صدا میکن، شهرام شهری و شهره شهرخ بشین همیشه. زیاد از این جلسات ما داشتیم، پدر ما خیلی دوست داشت با ما جلسه بذاره، جدول حل کنیم، تخت نرد بزنیم ببینیم شامپیون کیه، درسامونو بنویسیم. پدرم با ما کارهای درس و مشکل ما رو میکن. صدا میکن، مثلا من 10 سالم بود و یکی 8 سال، یکی 6 سال، یکی 4 سال. اون گفت امسال تابستون دوست داریم کجا بریم؟
برامین میتونیم بریم، آبلی میتونیم بریم، اوشون میتونیم بریم، گرگان میتونیم بریم، کجا دوست داریم بریم؟ بعد ما مثلا بودیم، من گفتم آبلی آبلی، فیلیپرهای آبلی، فوتبال دستی آبلی رو دوست داشتن. بریم آبلی، فیلیپر، فیلیپر. بعد مثلا بردم گفت نه نقاش بودم. گفت نه اوشون پسن اونجا خیلی درخت های خسکه داره من نقاش بودم. بالاخره رأی میگرفتیم، رأی میگرفتیم، پیامونو میداختیم توی کاسه به همی زدیم یک در میبردیم. یعنی از اونجا من با انتخاب و با رأی آشنا شدم. و بعد یه مامونده میبرد میگفت هر کی میخواد این یه ایلاغو بره هر چی لازم داره از الان باید جمع آوری بکنه. ما اون روزی که کامیون بید چون یه ایلاغای قدیم من الان نمیرم چجوریه، یه ایلاغای قدیم اینجوری بود که شما یه باغ اجاره میکردین ولی تمام اسباب اساسی خونه رو میبردین، از فرد و از قابلمه و از تمام و از همه چی. ما از یه مامونده شروع کردیم جمع کردن. لازم داریم لازم. بنابراین یک، بچه رو مستقل بار بیارین، نترسونین از خودتون، چون اگر اتفاقی براش بیفته میترسه با شما مطرح بکنه اون اتفاقا. من هر وقت اتفاق بدی برام میفته میدویدم پلو مادر پدرم، مثلا به مادرم میگفتم پسرم من منو بشکون گره، مثلا گفت هی پدر سوخته. اگر من از مادرم میترسیدم به مادرم نمیگفتم، مادرم به عمم چیزی نمیگفت، پسرم من همچنان ادامه میده، شاید هم یه روزی بلای دیگه سرم میورد. نترسونیم بچه رو از اینکه بتونه با شما ارتباط برقرار بکنه. و بعد همه بچه‌ها برای همه اون کاری که شما می‌خواید ساخته نشدن. برای مثال مادر من ما رو جمع می‌کرد با چهار تا رو شورش هر سر یا سالو دکتر مهندس دکتر مهندس میگم آقا جان من نمیتونم دکتر بشم، من یکی درد داره من گریم می‌گیرم میگم گریم کنم من چجوری میتونم دکتر بشم؟ بنابراین فکر نکنین که همه برای دکتر مهندس شدن ساخته شدن. این روزا والا به خدا یه هنرمند خیلی بیشتر از دکتر مهندس بودن. نه یک چیز رو همیشه یادآوری کنیم به فرزندانتون، تنها چیزی که تو این دنیا میبره دانشه، تنها چیزی که تو این دنیا میبره دانشه. دانش در هر زمینه ای، چه دانش مدرک با مدرک چه دانش بی مدرک. بچه‌هاتون عادت بدین کتاب بخونن، عادت بدین فیلم های معنی دار، نه فقط سرگرم کننده، فیلم های معنی دار تماشا بکنن. تاریخ به خصوص برای بازیگر و برای هنرمندا دونستن تاریخ خیلی مهمه. من اگه هر دو بخوام برم کوین ایزابلا اسپین رو بازی بکنم باید بدونم در اسپانیا چه اتفاقی افتاد، جنگ های صلیبی در اسپانیا چه کرد. بنابراین آبشخور فرهنگی فرزندانتون بشین در حالی که دارین به اونها میگید که مستقل هستن و انتخاب دارن. اونها رو از خودتون نترسونیم و اجازه بدین که دنیا رو کشف بکنن زیر نظرشون. ببینید چی جالبه، این که در مورد اون استقلال، اون که حق انتخابی که پدر شما به شما داده، این خیلی جالبه و این که حضورش و اون عشقش هم همچنان بوده. من اینو قیاس میکنم با کاری که شما با دخترتون بچه بودین انجام میدین، با هم میشستین ماس افکت بازی میکردین. یعنی اوکی توی اون لذتایی که داری میبری توی تفریحات، همیشه بدون که به عنوان یک مادر مهربون کسی که دوستت داره هستش، همیشه از لحاظ عاطفی میتونه حساب کنی روش، ولی استقلالت هم فراموش نکن. و این چیزی هستش که به نظر من ارسی اومده به سمت شما و همینجوری داره میره و اون کسایی که دارن گوش میدن همینجوری ادامه بدن. و منم به مادر آینده بچه‌م این مصاحبه رو میفرستم. حتما این کار رو بکن، آینده لازم این چیزها رو بدونه. تو خودت خیلی خوبی، خیلی ممنون. دو تا آدمی خوب با هم دیگه میتونن خیلی بیشتر مصمی رسن. بایدت میگم محبت هایی که پدر مادر با آدم میکنن یا نحوه درستی که با آدم رفتار میکنن حتی وقتی میرن هنوز با آدمه. من هنوزم وقتی که پدر مادرم هر جا از دست دارم ولی هنوزم وقتی سرما میخورم تو رخت خواب هستم، مثلا در اوج تب دست پدرم رو حس میکنم روی پیشونی. میرفت دست یخ میگرفت دستش یخ بشه ولی میذاشت روی پیشونی و من میگم این خوبه، حالا بهتره. وقتی تب میکنم دستش رو حس میکنم. یا طعم سوپ مامانم رو که درست میکرد برام تو دهنم حس میکنم. یعنی هنوز حس میکنم که هنوز عشقی اونجا هست
که من باز بزرگ شدم که در وجود منه و من این حس خود دیگران خواهم داد، انتقال خواهم داد. دقیقا، منم پدرم 2 سال پیش فوت کردن و این آدم یک بمب انرژی بودش، یعنی هر جا میرن همه شروع میکردن خندیدن پر از انرژی. و وقتی که واقعا فوت کردش، چیزی که من مدام فکر میکردم اوکی چه چیزی رو میتونی بگیری و چه چیزی رو میتونی ادامه بدی کاری که پدرت انجام میدن، و این رفتار بود تا میتونی انرژی بده. همیشه سعی کن که حتی تو بدترین شرایط جوری باشی که همه فکر کنن اوه همین چقدر انرژی داره، چقدر فکر مثبت داره میادش. و این چیزی هستش که دقیقا مهم اینه که بمونه توی نسل بعدی که داره میره. وجود طرف پر از عشق و عاطفه بکن دیگه، گرفتاری نه. دقیقا. بریم سوال آخر. اینکه بازیگری یک کار تیمیه و کار تیمی به نظرم یه چیزی هستش که تازه داره توی ایران یکم جا میفته، و به عنوان کسی که با بزرگترین تیم‌های دنیا همکاری و موفق داشته، چه پیشنهادی داری؟ حرف بسیار درستی زدی. بازیگری کار تیمیه. هر کسی که فکر میکنه فیلم درباره خودشه یا نمایش درباره خودشه، بسیار اشتباه فکر میکنه. اگر بغل دستش ندرخشه، اینم نمیدرخشه. بنابراین برای همینه که من به بازیگری میگم ارتباط برقرار کردن. بازیگری یک چیزیست، ارتباط برقرار کردن یک چیز دیگه است. در نقش بازیگر بتونی با من بازیگر رابطه برقرار بکنی، بازیگری قبولت دارم. بری در نقش محمود در کلار دشت، منم مثلا در بابل سر، با من رابطه برقرار کن، منم با رابطه برقرار میکنم، قبولت هم دارم، خیلی هم میتونم با کار بکنم. درست کرد. این یک کار تیمیه و هرچی زودتر ما بهش عادت بکنیم و هرچی زودتر سعی کنیم نواقصش رو برطرف بکنیم بهتره. من درست میگی، با بزرگان سینمای آمریکا کار کردم، حتی تئاتر هم کار کردم، با میر استریپ کار تئاتر کردم. اون چیزی که در اینها بسیار میپسندم و دوست دارم که در بعضی از بازیگران ایرانی هم دیدم، اینا توپو به هم دیگه قرض میدن، اصلا دیگه نمیدوزن. در نتیجه وقتی شما داری صحبت میکنی، من دارم به شما نگاه میکنم، تربیت اخلاقی من بازیگر به من میگه که من این صحنه رو از شما نباید بدزدم، چون این صحنه شماست، شما داری یک موضوع مهمی رو تعریف میکنی که تماشاگر باید اون رو بشنوه. حالا من اگر به عنوان بازیگر همراه وسطی که شما دارین حرف میزنین شروع کنم به خب صحنه رو از شما دزدیدم و کار درستی نکردم، نه برای خودم کار درستی کردم، نه برای شما کار درستی کردم، در اونجا من اونجا هستم به عنوان کوچ، باید بزنم شما رو. این وقتی شما داری مونولوگتو میگی، من باید همه چیز به طرف شما معطوف بشه، چه از لحاظ تصویری چه از لحاظ منطقی، که شما حرفتو به من تماشاگر بزنی. بنابراین اگه منو بغل تو مثل خودم یه بازار را بندازم، نمیتونم، تماشاگر نمیتونه بشنوه که شما داری چی میگی و نمیتونه به حرف شما پی ببره. این کامرادری یا کمک کردن به هم دیگه یا هوای هم دیگه رو داشتن بیشتر به کامرادری میخوره. برای کار مشترک به نظر من مهمترین عامل موفقیت یک کاره. من مثلا فیلم آگست آسج کاونتی، یکی از بهترین فیلمایی بوده که تو عمرم دیدم، نگاش که میکنم میبینم خیلی جالبه. فیلم درباره یه خانواده هستن پاشیده است، اینا آمریکایی، بعد از چند سال تصمیم گرفتن خواهر برادر هم دیگر رو ببینن. وقتی میرسن هر کسی داره ویالون خودش رو میزنه، هر کسی داره بازی خودش رو میکنه، ولی اون با اون فیلم کار میکنه، برای اینکه این خانواده هستن پاشیده است و هر کسی داره ویالون خودش رو میزنه. اما اگر قرار بشه جولیا رابرتس بازی درونی خودش رو بکنه، میل استریپ بازی کاراکتر خودش رو بکنه، و اون یکی هم بازی میانی خودش رو بکنه، اگر داستان درباره این خانواده اصلا پاشیده نبود، فیلم از بین رفته بود. فیلم اصلا من نمیخواستم نگاش کنم، بلکه هر کس داشت بازی خودش رو اینطور میکرد، ولی اونجا کار میکرد. اگر کار میکنه اشکالی نداره ویالون خودتو بزنی، ولی اگر در همبستگی با هم داریم این قصه رو میگیم، مثل ابد و یک روز، مثل متری شیشانی،
مثل خانه پدری، فیلمای ایرانی رو مثال میزنم. خب اینا باید با هم بخونه، اینا ما با هم داریم یه قصه رو میگیم، تو قصه رو نمیگی، منم قصه رو نمیگم. این نکته ای که اشاره کردیم و در مورد این پین پونگی که بین بازیگر هستش، من داشتم توی فیلم های شما فکر میکردم. یه نکته خیلی جالبش توی فیلم بارستش چی میگه، خانه از مه و شن، هاوس آف، یه نکته خیلی جالب وجود داره، این که شما و بن کینگزلی زن و شوهر هستین، اما اون دقیقا اون جدایی حس میشه، ولی کسی که حالا مثلا توی فیلم جنیفر کانلی که انگار که مثلا ضد قهرمان فیلم هستش، بناگه مثلا صحبتایی که با هم انجام میدین کاملا گرمه، و این واقعا یک تالنت فوق‌العاده‌ای میخواد که نامزد اسکار هم میشه. این رابطه رو درک کنه که درسته که نزدیکترین آدم به این آدم توی زندگیش شوهرش هستش، ولی به رابطه، به داستان نگاه کن، اتفاقا دورترین آدمه. درسته که به نظر دورترین آدم این دختره هستش، ولی به عمیق‌تر که میری این اتفاق میفته، و این دقیقا کار تیمی هستش که شما احتمالا نه که 100% با این آدم ها انجام دادی و فکر کردی. نردی بود که من تا رسیدم به دفعه نه اینا سه تا جزیره تنها، ولی درست میگی شوهرشه، اما جدا شدن مثلا از لحاظ فکر. بقیقا عالیه شوهر جون، خیلی 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 دوستت دارم و مرسی از این که وقتت به من دادی و چیزایی که ازت یاد گرفتم و هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. آرزوی بهترینا رو برای شما و خانواده دارم و امیدوارم زندگی همیشه پر از عشق و یاسمن‌های زرد باشه. خیلی ممنونم. یاسمن‌های زرد ان شاءالله بیام و همدیگه بریم یاسمن‌های زرد رو بچینیم. حتما. خیلی ممنون از وقتی که به من دادی.